بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. من دکتر زیبولو عدیب هستم و امروز یکی از درس های دیگی خود در ارتباط به الکتروکاردیوگرافی بخوانیم. شروع عنوانی که در ارتباطش میخواییم تغییرات الکتروکاردیوگرافی که صحبت بکنیم هایپرتروفی کاردیومیوپاتی است. باز هم تو میریم در والولر هر دزیز کاردیومیوپاتی ها انواعش و درس خود باز خاتمه میدیم. خب اول اگه کتاب بگویم هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ها چی را میگفتن؟ ما در قلب بزن هایپرتروفی داریم که تنها سپتم میگیره به این شکل هایپرتروفی داریم که تنها میتونه فریوال بگیره سپتم هایپرتروفی فریوال میتونه هایپرتروفی بکنه هر دوش میتونه هایپرتروفی بکنه یا هم یکی هم هایپرتروفی کنسنتریک بود که ما او را در وقت فشار خوانده بودیم. فشار بلند سبب از این میشه که به شکل منظم با تعین چپ زخامت سپتمش و زخامت فریوالش زیاد شده که لباس به نام الویچ میخواندیم و تغییرات گرافیکش قبلا ما گفتیم. خب اگر یک کسی مصاب به هایپرتروفی شدید سپتم باشه یا فریوال باشه یا هر دوش باشه به شکل پاتولوژی که زیر عنوان هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ها مطالعه شوه، یعنی بس در اینجا دیگه بسیار جدیدتر است. هایپرتروفی زخامه به اندازه است که قلب جوفش خرد ساخته، یعنی سابق واری گنجایش خونه نداره. به این خاطر وقتی که او زین خونه میخواید داخل این جوف پمپ بکنه، خب اینجا خرد است، کلش پمپ کده نمیتونه، مجبور میشه که امی جز اتریال که خوده شدتش بیشتر بکنه، زین مجبور میشه کمی هایپرتروفی بکنه زین چپ و کمی هم انلارج شوه هایپرتروفی و کمی هم انلارج شوه تا مقدار خونی که میمانه را در خود گرفته بتونه و به شدت باز پمپ بکنه به داخل بوتینی که او خودش حجمش خرد شده. من بخاطر تغییراتی که باز میاید در گراف ناشی از این میباشه که خب سپتم هایپرتروفی کده، فریوال هایپرتروفی کده، اتریوم انلارج شده. همیشه وقتی یک جای اتریال انلارجمنت به وجود بیایه گراف مریض حتمی اتریال فیبریلیشن میشه، یعنی اتریال انلارجمنت زمینه ساز به خاطر اتریال فیبریلیشن است. به این خاطر در کسایی که هایپرتروفی کاردیومیوپاتی می داشته باشند قسمی که جوف تنگ شده و زین مجبور است کلان شود و هایپرتروفی بکنه چون به شدت خونی که مانده را داخل بدن پمپ میکنه، باز در اون صورت گراف مریضا ایف هم پیدا میشه. دیگه اگه یادتان باشه ما وقتی که در ترسیم گراف از V1 به طرف V6 می رفتیم در V6 یک کیوی کوچک که ترسیم می شد بازار ترسیم می شد. دلیلش گفته بودیم این است که
جهت دیپولاریزیشن سپتم از چپ براست است، یعنی از طرف لید فرار میکنه، به این خاطر موج منفی ترسیم میکند. و جهت دیپولاریزیشن خود اونا وال بوتاین خو یا بوتاین به طرف لید ویونج ویشش بود، به خاطر آره با ارتفاع بلند رسیم میکند. آل اینمی کمپوننت وقت هایپرتروفی بکنه، در لیدایی که کیو سابق ترسیم میکدن، در اون لیدا ما یک کیوی عمیق میبینیم. فرض مثال لیدای دو، مثال سه ای وی اف، لیدای انفریور دیلی دا باز ما یک کیوی عمیق میبینیم اما باریک است. کیوی که پاتولوژیک بود باید هم طول زیاد میشد، هم عمقش زیاد میشد و هم دیگه عرضش زیاد میشد. اما در سپتال هایپرتروفی کیو دمولی دا کیو بارستر میشه به این شکل. و بستگی باز به این میگیره که کجا هایپرتروفی کرده، فری وال هایپرتروفی کرده، اینجا هایپرتروفی کرده. باز دمو لیدایی که متناسب به او یعنی همو قسمت در گراف میبینه دمو جا تغییرات میه. یک دیپ نرو کیو ویف دیده میشه. وقتی که فری وال هایپرتروفی بکنه، لیدایی که فری واله ریکارد میکد، خب زخامت عضلی قلب کم باشه، کم موجه ترسیم میکنه، موجه با ارتفاع کمتر ترسیم میکنه. اگر زخامتش زیاد شوه باز اونو در لیدای وی پنج و وی شش و یایی که فریواله ریکارد میکدن، وقتی که باز میبینیم باز تغییرات LVH دیده میشه، left ventricular hypertrophy، یعنی ارتفاع آرم میتونه بیشتر از 27 میلیمتر باشه، یا S دلید یک جمع R دلید 5 بیشتر از 35 میلیمتر میتونه باشه. یعنی تغییراتی که در هایپرتروفی کاردیومیوپاتی ایجاد میشه دلیلش سپتال هایپرتروفی و فریوال هایپرتروفی. خب یه مهمی است کدامش هایپرتروفی کرده، هر دوش یکش. اگر سپتال تنها هایپرتروفی کرده، فقط لیدایی که کیو را ترسیم میکرده کیوی عمیق‌تر ترسیم میکنه، اما پاتولوژیک به خاطر که اسکیمیا وجود نداره واید نمیباشه، به خاطر که امای وجود نامده سکته واقع نشده واید نمیباشه، نرو باریک میباشه. و به میشکل اگر فریوالش هم هایپرتروفی کده باشه، دلیدایی که فریوال ریکارد میکنه ارتفاع آر زیاد میشه. و از طرف دیگه جوف بوتاین خرد شده، اوزاین مجبور است به قوت تقلص بکنه، اوزاین کلان میشه. اتریوم که انلارج شده ما یک پی ترسیم میکنیم، پی مایترالی ترسیم میشه که بیشتر از 2.5 میلیمتر عرض ازی می باشه، واید می باشه. پی مایترالی ببخشین بله، بخاطر که ایده سام ده سام مایترال است، عرض موجی پی زیادتر می شه. greater than 2.5 میلیمتر میشه. و وزن اگر هایپرتروفی کاردیومیوپاتی باشه به شکل که جوف بوتاین خرد شده باشه و در سر از او وزن کلان شده باشه، حتمی پیش او مریضا اتریل فیبریلیشن هم تحسس میکنه. خب این تغییراتی که در هایپرتروفی کاردیومیوپاتی میتونه بیاید. حالا میخوانیم تغییراتی که در والویلر هارت دزیز میاد، یعنی امراض دسامی قلب
چی تغییرات میتونه در گراف قلب تقسیم بکنه؟ خب چون اساسات خواندیم درک این مسائل بر ما شاید ساده باشه. گیریم اگه یک نفر مصاب به MS باشه، میترال استنوزیس، از اوزین چپ لفت اتریوم خون بیایه و به شکل از بطین چپ از دسام اورتا به اورتا پخش شد. اگه MS داشته باشیم، میترال استنوزیس داشته باشیم، میترال تنگ شده باشه، باز چی مشکل به وجود میاد این مریض؟ خب در اوزین چپ خون از ششا میامد، خون از ششا میامد و در اوزین چپ تخلیه میشد. حالا اگر اوزین چپ میترال استنوز داشته باشه، خون از ریه ها بیاید و به دوزاین چپ تخلیه شد، اما بند باشه پیش رفته نتانه، پس پشت سر میره. فشار اینجا بالا میره. فشار اینجا که بالا رفت، آل طرف راست قلب خونه که پم میکنه، اینجا یک بندش است. چون خونه که قبلا آمده پیش رفته نمیتانه، اینجا پم میکنه، اینجا بندش است. طرف راست مجبور میشه که به شکل موزوی هایپرتروفی کنه. اول خب لفت اتریوم که دسامش تنگ باشه خودش این لارج میشه، همین که کلان شد زمینه به خاطر خب یک تأسس پی میترالی، دو به خاطر اتریال فیبریلیشن مساعد میشه. اکثرا کسایی که والولر هارت دیزیز دارن، آفات دسامی قلب دارن، اون اتریال فیبریلیشن هم دارن. همین که اوزین هر یکی از اوزینات این لارج شده باشه، اتریال فیبریلیشن تحسس میکنه. خب برحال اینجا میترال استینوز داره، استینوزیس داره، خونی که از شش میاد در لفت اتریوم تخلیه شده نمیتونه، فشار در شش بالا میره. طرف راست هرچه پم میکنه اینجا بندش از دیگه، خون نمیتونه طرف چپ بره. خب سبب میشه که اینال طرف راست هایپرتروفی کنه، RVH. آله وقت طرف راست هایپرتروفی بکنه، زخامت طرف راست زیاد شوه، اول وقت شما لید یک اکت لید سه میبینین، رایت ریچس یا با هم نزدیک میشن، دولت عادی خب باید هر دوش بالا میبود، رایت ریچز یعنی پیش مریضا رایت اکسس دیویشن پیدا میشه، به خاطر ازی که حاله ایج هایپرتروفی کرده. دیگه وقت زخامت بطین راست زیاد شود، لیدایی که بطین راست تری کارت میکنن، مثال وی یک وی دو و هم سال ازی، دولت عادی یک آره که کوچک می داشتن، حالی در این لیدا آره با ارتفاع بلند مثلا در وی یک به شکل یک آره رسم می شه. این آره با ارتفاع بلند رسم می شه، حتی بزن دلید وی یک و وی دو خمه آره با ارتفاع بلند نمی داشته باشه. بخاطر MS ای پاتولوژی کنسیکونسی که ایجاد شد، پاتولوژیش هم مربوط به اونمو هست، استینوز هست، کار طرف راست مشکل شده، هایپرتروفی کده، هایپرتروفی رایت ونتریکل هایپرتروفی، این تغییراتش در وی یک وی دو، رایت اکسیس دیویشن این تغییراتش، لفت اتریوم این لارج شده، این تغییراتش بی میترالی و اتریال فیبریلیشن. ایده میترال استنوزیس به میشه که اگر پیش مریض میترال ریگرجیتیشن وجود داشته باشه،
ای ده میترال استینوزیس ام اس. اگر پیش مریض ام آر وجود داشته باشه، بازم کپای بیسی که باید بفهمیم. خب ام آر به چی حالت گفته میشه؟ این دست هم میترال تخریب شده صحیح بسته نمیشه. میترال تخریب شده صحیح بسته نمیشه، خون میره از میترال میایه در جریان دیاستول. در دیاستول خون میایه، در سیستول میخواید که طرف ابهر بره. در سیستول حال مشکلی است که اینجا صحیح بستره شده. خب پمپ که میکنه قلب یک مقدار خون پس اینجا میره، پس اینجا میره، پس اینجا میره، پس اینجا میره. یکی خود حسین وقتی ببینه که چیش امی لودش کم شده میره، غیره ولی همه که داخلش هست یک مقدارش بجای ازی که در اورتوب میره پس در حسین شد، کوشش میکنه با قوت تقلص بکنه اما مقدار کمی خونی هم که داره او را بیرون روان بکنه در ابهر. این سبب میشه خودش هایپرتروفی کنه. و از طرف دیگر وقتی خون دوباره برگشت میکنه به حسین، حسین انلارج میشه. باز اونم گپ اتریال انلارجمنت، باز پی وایت میشه. تغییرات هایپرتروفی بود این چپ، یعنی در لیدای وی 5 و وی 6 یا لیدایی که یا همون حاصل جمع ارتفاع آرا را که ما خوانده بودیم بیشتر از 100 بیشتر از 75 بود، 120 بود، 175 توتال آرا ارتفاعش که بیشتر از 175 میشه در مجموع که از همین 12 لیده که آرایش ارتفاعش حساب بکنیم بیشتر از 175 میلیمتر بشه. یعنی دلیدای ساده دلیدای وی 5 و وی 6 میبینیم که با ارتفاع بلند ها را ترسیم شده. که ما وار قبلا خواندیم این تغییراتی که بتانه در ایمار مایترال لگرژیتیشن بوجود بیه. دیگه اونا موگه اتریا که لارد شد گرفت دیگه از آیست آیست گراف باز میره به طرف ایف. کلی کسایی که چی دارن؟ والویلر هر دزیز دارن اتریال فیبرلیشن بشان است چون اتریوم انلارج شده. باز اونم ما میفهمیم دیگه امار چطور به یک مریض ما مشکوک میشیم که امار داره. خب وقتی یک مریض شکایت میکنه پیش ما از شکایت های قلبی میداشته باشه، یک استاتسکوپ بخوری سینش میمونیم ازغا میکنیم مرمر امار مرمر میشنم. مرمر اگه با سیستول با نبض یک جای باشه، یعنی همی که مرمر است نبض هم است همزمان، این سیستولیک مرمر میگه. و اگه مرمر کتزی ارتباط نداره کتزی تقل امی پلس کاروتید پلس، این مرمر دیاستولیک است. مرمر امار و ایار و اینا مرمر دیاستولیک هستن، اما اگه ایس باشه باز در جریان سیستول مشکل ایجاد میکنه و مرمر سیستولیک. یعنی باز ما در امار یک مرمر دستنای ببخشید در امار یک مرمر دستنای سیستول پیدا میشه، چون در جریان سیستول قلب که تقلص میکنه خون هم در اورتا میره هم پس از میترال بالا میره، به خاطر یک سیستولیک مرمر میشه. سعی کنین حالا اگر ما بگوییم مثلا یک ایمار ایار در نظر بگیریم، درکش برای ما شما ساده است چون قبلا اساساتش خواندیم. وال ابهر کدام مشکل داره؟ صحیح بسته نمیشه، خون میره در جریان سیستول به ابهر، در جریان سیستول میره دیاستول پس میره چون این لیک است. خب این که آمد سر از این بوتین فشار آمده میره دیگه آشتا آشتا، وقتی بوتین ولیم اوورلود شوه، ولیم اوورلود باز بوتین هم انلارج میشه و هم هایپرتروفی میکنه.
باز در ایمار ما تغییرات هایپرتروفی را میبینیم. در ایمار باز تغییرات هایپرتروفی را میبینیم. و اگر لود به اندازه باشه که بتانه باز یک مقدار اینی وقتی که مقدار زیاده مایه به طرف بوتین پس میایه، پر از دیگه بوتین حوزین که باز میشه در دروازش که خون اضافی خود روان بکنه، میبینه پر است، مجبور میشه یا هایپرتروفی بکنه، این لارد شوه. باز تغییرات در گراف، تغییراتی که مربوط به حوزین چپ هم است، بازم به وجود، بازم پی میترال تحسس بکنه و بازم اتریال فیبریلیشن. پس وقتی که ما یک گراف می داشته باشیم و گراف در معاینات فیزیکی مرور اسخام میکنیم، باز گرافش هم میبینیم، باید همین منطق در ذهن ما باشه که وقتی هایپرتروفی میبینیم میتونه دلیلش چی باشه که مریض یک هایپرتروفیک مثال کاردیومیوپاتی داره، میتونه دلیلش باشه که مریض ایار داشته باشه، میتونه دلیلش ای باشه که ایمار، هر چیزی که در وقت وال لیک میشه یا تنگ میشه، خب باز سر میوزین و بوتین فشار میاد، تغییرات مربوط در میوزین و بوتین میاد در گرافش. یا به میشه که اگه ما پیس داشته باشیم، پلمونری هورتک استنوزیس داشته باشیم، ایس داشته باشیم، باز اینجا ای هورتا بند است، وقتی که خون میاد داخل بوتینی که کش میکنه نمیبره، ای مجرا تنگ است، بسیار زخامتش زیاد میشه، این به تناسب به اورتک ریگرجیتیشن زخامتش در اورتک استنوز بسیار زیاد میشه و هم شد بستگی به شدتش داره. به این خاطر وقتی که میبینین باز دیپ اس دلید وی یک، باز ارتفاع دلید وی شش که میبینیم ارتفاع ها زیاد میشه. به این شکل حدس بزنین پی اس پلمونری استنوز اگه یک نفر داشته باشه، بوتین راست هایپرتروفی میکنه، تغییرات مربوط به هایپرتروفی بوده این راست میه. به این خاطر یعنی فقط منطق ماست که باز حد زده میتونه چی باشه، کدامش باشه، ایمس باشه، ایمار باشه، ایس باشه، یار باشه. هرچند حال ایکوکاردیوگرافی اینا رو همیشه ساده ساخته، وقتی شما مربر میشنوین ایکو میکنین همه گپا معلوم میشه، ولی اگر یک جایی باشیم که ایکو نباشه باز خیلی ما رو کمک میکنه، یکم به خاطر دانش کلینیکی خود دکتر. خب ادامه میدیم به درس خود. یک چیز دیگر میاد ما باشه که وقت یک به سبب آفات والویولر بوتین راست یا بوتین چپ هایپرتروفی بکنه، یکی از ویژگی های هایپرتروفی انحراف محور است. به این خاطر اگر در اثر مثلا پی اس داره مریض رایت ویتریکل هایپرتروفی کرده، خب محور به طرف راست، رایت اکسیس دیویشن هم کتش است. اگر به هر دلیلی که لفت ویتریکل هایپرتروفی کرده، باز لفت اکسیس دیویشن هم امرایش است. حال میخوانیم اگر مریض مایوکاردایتیس داشته باشه یا پریکاردایتیس داشته باشه، چی تغییرات میاد در گراف ما؟ یعنی در صورتی که مایوکاردیوم به هر دلیلی التهابی شود، اسباب زیادی میتونه داشته باشه، ما سر اسبابش صحبت نمیکنیم. یعنی inflammation of the myocardium. یاد ما باشه که همیشه وقتی یک جای inflammation است، معنیش این است که حجرات تخریب شده. مایوکاردایتیس قدرت تزریق داره که حجرات از قلب تخریب بکنه. به همین خاطر شما وقتی خونی مریضا رو چک میکنین، در بلدشون سوی سی کی ام بی تروپونین بلند میره. در اینفلمیشن تخریب میشه. حالا مایوکاردایتیس که از یک قسمت از عضله قلب نمیگیره، میتونه این کلش بگیره. میتونه یک جای بگیره. تو پروسه التهاب چی باشه؟ متفاوت باشه. ویروس اینجا رسیده زیاد، اینجا را زیاد تخریب کنه. اینجا نرسیده، اینجا را غرض نگیره. اینجا را کم تخریب بکنه. اینجا را زیادتر تخریب بکنه. همزمان چندین مهراق
یعنی در مایوکاردیتیس در حقیقت پچ اینفلمیشن است. پچ هر جای هر رقم میتونه بگیره، یک جای میتونه تخریب بکنه، نکروزیس مکمل از بین ببره، یک جای دیگره نصاب به ایسکیمیا بسازه، یک جای دیگره بین ایسکیمیا و نکروز اینجرد بکنه، بخاطر به هر دلیلی از در قلب تخریب شده رایست، کامل تخریب شده، قسمی تخریب شده یا در حال تخریب شده است. نکروز ایسکیمیا اینجوری میتونه بده. به میخواد خاطر گراف قلبی مریضا تغییرات متفاوت می داشته باشه و ای تو هم است که یک امکان داره یک پچ انفلمیشنش در نکروزس باشه، چیش در نکروزس باشه پروسه، یک پچ دیگه در نو در اسکیمیا باشه، یک پچ در اینجوری باشه. به این خاطر گرافشون تغییرات مختلف می تانه داشته باشه. خب مثال چه قسم تغییرات داره؟ اگر یک قسمت قلب عضلات تخریب شوه، سابق عضلات وجود داشت، خوب کیوارس ها ترسیم میکرد، آل عضله تخریب شده، عضله که تخریب شد ارتفاع کیوارس کم میشه، یعنی decreased کیوارس voltage. میتونه باشه دیگه سابق یک جایی که قدرت تولید سیاله را نداشته باشه، اول خب چیز پوزیتیو دیفلکشن ایجاد کرده نمیتونه، اگر اونجا باز برعکس نگاتیو دیفلکشن ایجاد میشه. چرا؟ گریم این قسمت یک وال قلب باشه، این قسمت مکمل نکروز کرده، تخریب شده، سابق اگه ای فعالیت میکرد یک موجه مثبت بر ما ترسیم میکرد، آل تخریب شده، دیگه قدرت انتقال برق و سیاله و یاره نداره. به این خاطر الکترودی که اینجا رسم شده، الکترودی که اینجا وجود داره، میبینی اینجا هیچ برق مرق نیست، این از لید مقابل شریکارت میکنه، لید مقابل جهتش رو طرف است. به این خاطر اکثرا جایی که نکروزس به وجود آمده موجه کیوارس منفی رسم میشه. این باز لوز آف آر میگن، جایی که مثبت باید ترسیم میشد V5 V6 V7 V8 V5 V6 باز lose of R، یعنی هیچ هار نیست یا منفیس ترسیم میشد ده مایوکاردیتیس دیگه. خب دیگه چی تغییرات میتونه در مایوکاردیتیس به وجود بیاید؟ سیستم انتقالی قلب، سیستم برقی قلب، کندکشن سیستم قلب، این هم عضله است. مایوکاردیال انفلمیشن وایرس یا هر عاملی که باشه، خب اتخانه میکنه که یک جای عضله را بگیره، یک عضله را باز نگیره، هر جای که عضله دید انفلمیشن ایجاد میکنه. به این خاطر در این مریضا کندکشن اب نرمالیتی ها ما میبینیم، چونی سیستم هم مصاب میشه در انفلمیشن، کندکشن اب نرمالیتیست، متفاوت از کندکشن اب نرمالیتی های ما. خب یک میتونه کیارس های باز رسم میشن که سلرد باشه، واید و سلرد کیارس. چرا بندل امکان داره مشکل به وجود جد کده باشه، یا left bundle branch block ایجاد شده، یا right bundle branch block ایجاد شده، خاطر هر جای میتونه بگیره برش پاتولوژی ایجاد بکنه که آره سلرد شده. یا اگر این قسمت ها را بگیره ایوی بلاک ها با وجود بیاره، درجه یک، درجه دو، درجه سه، یعنی در مجموع کندکشن اب نرمالیتی ها را میتونه به وجود بیاره. دیگه در مایوکاردیتیس چی به وجود می آید؟ خب ای عضله قلب
اگه یک قسمتش خب مکمل تخریب شده خب نکروز است، تحسس موجای کیو یا لوز آف آر. همی که آر لوز شده باز ما دیگه دقیق تصمیم گرفته نمیتونیم که اس است یا کیو است. کیو اس میگیمشو میتونه کیو باشه. یک جا امکان داره دوال تخریب شدن باشه، یعنی فقط تغییرات رو باز بده که اسکیمیا یا اینجری در گراف میده. یعنی اگر اسکیمیا ایجاد شده استی دیپریشن، مثال گراف میبینیم به این شکل، اگر اینجری ایجاد شده باز در صورت گرافش استی الیویشن میداشته باشه. یعنی که پای در چهار میتونه استی الیویشن، استی دیپریشن، مریضی که مصاب به مایوکاردایتیس از داشته باشه. و اینجا یادمون داره که وات یا وینتریکولر اکتیویشن تایم تی مریضا بلند میره چون کندکشن ابنورمالیتی. خب این تغییراتی که در مایوکاردایتیس است، مریضی که مصاب به مایوکاردایتیس است تاو داره، مریضی که مصاب به مایوکاردایتیس است سیکن بی و تروپون نشته خون بلند میره، مریضی که مصاب به مایوکاردایتیس است هنجیوگرافیش نرمال است، یعنی بلد وسل پاتولوژی نداره، کرونریایش نرمال است، یا از نظر سن اینا معمولا برای مایوکاردایت برای کرونری آرتری دیزیز یا مصاب نمی باشن. و تغییراتی که در مایوکاردایتیس به وجود میاد رفع میشه تقریبا چند هفته و ماه در بر میگیره، تغییراتش مکمل رفع میشه و نهایتش چون یکان جایی امکان داره تخریب شده باشه، نکروزیس کرده باشه، نهایتش چیزی که باقی میمونه یک تیای انورت است، دیگه کل تغییراتش پس رفع میتونه شه. یا میگن دفعه کیو اف تیای انورت اکثر این تغییراتی که ده مایوکاردایتیس است. خب حالا یک پریکاردایتیس هم تغییراتش رو میخوانیم. اکثرا مریض مصاب به پریکاردایتیس میشه باز پیش گرفت به مایوکاردایتیس مصاب میشه سرایت میکنه. خب هر حالت خود پریکاردایتیس یعنی التهاب که پوش خلوه گرفته باشه، اینجا اگه التهابی شده باشه خب یک دلیلش خویی است که مایوکاردایتیس در تماس بسیار امی پریکارد در تماس بسیار نزدیک مایوکاردیوم است، به این خاطر تغییراتی که ایجاد میشه بیشتر تغییرات است که ما در آفات مایوکاردیوم میبینیم، مثلا شریانش بند شده استی تغییرات میبینیم، امی تغییرات ما در پریکاردایتیس هم میبینیم. خب بیشتر پریکاردیومی که اطراف سپتم است دیلی دا زیادتر تغییرات اینجا می باشه، لیدای کمی پریکاردیوم. به هر حال ما تو همیشه از این خود میگیریم به خاطر ساده یاد گرفتن که پریکاردیوم پشت قلب از کل قلب اتاق که تغییرات هم که داش ایجاد میشه کل قلب میگیره، و از طرف دیگه وقتی التهابی میشه سر مایوکاردیوم فشار میاره، سر کل مایوکاردیوم فشار میاره و ایسکیمی ایجاد میکنه. یعنی تغییراتی که در پریکاردایتیس است ایسکیمیک چینج های است که در گراف میبینیم. ما در خط خط استی تغییرات میبینیم، ما در پی آر سگمنت تغییرات میبینیم و بالاخره در پری کاردایتیس ما معمولا یک ساینس تاکی کاردیو میداشته باشیم. اکثرا یک واید سپرید استی الیویشن یعنی در اکثر لیدا باشه، در صورتی که مریض کلینیک شم داشته باشه که درد میکنه، وقتی که خواب میکنه دردش سینش زیاد میشه و شما استتسکوپ که میمونین یک پریکاردیال فریکشن ربا میشنوین.
ای برای پیر کاردایت سمسفی می باشد. و برحال وقتی که استیل ویت میشه، ما استیل ویشن دو شکل داریم، یا استیما به این شکل لویت میشه همی مهدبیت به طرف بالا convexity upward که بود زیاد ای بره ایمای وصفی بود. اما در پریکاردایتس وقتی استی لویت میشه مقرریتش به طرف بالا می باشه و در مرحله اول همی تیام پیک می باشه. کنکویتی مقرریت به طرف بالا می باشه. تال پیکت تیویف می داشته باشه و مقرریت به طرف بالا کنکویتی هپورت می باشه. و این در یک لید نمی باشه، در اکثر لید ها می باشه، خصوصا لید های چهار طرفه سپتما گرفته، یعنی وی سه، وی چهار، وی پنج، وی شش. اینا همزمان ای تو هست در پریکاردایتس، همزمان تغییرات در لیدای آمده که تو ریچ نمیتونی به یک وال قلب رو نسبت بدی. مثلا بوی خواه شاید لترال وال ما هست، خود مثلا وی یک، وی دو چرا آمده، در دو سه چرا آمده، به خاطر در اکثر لیدای استیلویشن میباشه. او هم قسم کمی مقرریت به طرف بالا میباشه. مرحله اولی که پریکاردایتس شروع میشه تیش پیکت می باشه. هر قدر که باز ما پیش رفته میریم، باز آیستا آیستا تی فلات میشه، تی فلات میشه یا تی انورت میشه و دو سه هفته بعد که پریکاردایتس خوب شد، بازم تغییراتی که در قطع خط استی آمده بود، هم تغییراتی که در تی آمده بود، همه گیش پس ریورس میشه، دوباره پس ما یک گراف نارمال خود می داشته باشه. بعض انامی تو میشه که در سر پریکاردایتس ترشوی مایه در داخل پریکاردیوم بسیار زیاد میشه. ترشوی که مایه که زیاد شد پریکاردیالی فیوژن می داشته پیدا میکنه مریض، یا کاردیاک تمپونات پیدا میکنه، یعنی در داخل جای مایه زیاد میشه تمپونات. باز در اون صورت گراف مریض وقتی که قلب در بین مایه تو معلق شوه، باز یک دفعه طرف تخلص میکنه، یک دفعه طرف، یک دفعه طرف، چون چهار طرفش مکمل مایه است. باز در اون صورت گراف مریض گرافشون یک پدیده را می داشته باشه به نام الکتریکل الترننس، یعنی با هر تخلص ارتفاع کیوارس تغییر میخواه. یعنی در صورتی که پریکاردیال فیوژن همزمان پس از پریکاردایتس ایجاد شوه، یعنی پریکاردیال فیوژن یا تمپونات پیدا شوه در اثر پریکاردایتس، باز پیش مریض در گرافش الکتریکل الترننس پیدا میشه. که باز ما ایره در کیزایی که در ختم کورس بر شما ریکارد میکنیم، کلش عملی انشالله که ریکارد میکنیم. شکر استفاده کردید.